سلام دوستان، به کانال ژوپار فرانسه خوش اومدین. تو این جلسه هم میخواییم یک درس گرامری مهم از زبان فرانسه رو با هم بررسی کنیم، پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. خب دوستان، تو این جلسه هم میخواییم کاربرد حروف اضافه در دوره های مختلف زمانی رو بررسی کنیم، یعنی ببینیم که حروف اضافه در زمان به چه صورت به کار میره و از چه حروف اضافه‌ای در زبان فرانسه برای زمان استفاده میشه. خب برای سال یا انه، انه، اون انه، اون انه، من از حروف تعریف نامعین برای کلمات مختلف استفاده میکنم که شما متوجه مسکوله و فمینه بودن این کلمات در طول دروس بشید. مثلا انه کلمه فمینه هستش. چرا؟ چون حرف تعریفی که قبلش اومده اون هستش. و اگر از حرف تعریف ان استفاده بشه یعنی اون کلمه مسکوله هست. خب حالا انه، برای حرف اضافه انه ما از آن استفاده میکنیم. آن، ما از این حرف اضافه برای کشورهای فمینه و کشورهایی که با حروف صدادار شروع می شدن هم استفاده می کردیم. آن دو میل و دو در سال 2022. به مثال توجه کنید. کاندلنه، کاندلنه، اون خانم متولد کی هستش؟ کان به معنی کی، چه زمانی؟ ال، اون خانم، ا، هست، نه، متولد بودن. الینه آ میل نوف سان کت خوه دی ست، یعنی اون خانم در سال 1997 متولد شده. میل هزار، نوف سان نه سد، کت خوه دی ست 97. خب برای ماه ما از حرف اضافه آ مجدد استفاده می کنیم. اما اما ما برای ماه از حرف اضافه آن استفاده میکنیم مجدد. دوستان ببینید، ما یعنی همون ماه و از حرف تعریف نامعین ا استفاده شده، پس ما کلمه مسکوله هستش. مثلا آن جویه، آن جویه، در جویه، آن جویه، در ماه جویه. حالا مثال قبل خاطرتون هست، کاندلنه، اون خانم متولد کیه؟ دقیق تر میخوام سوالو بپرسم. کل موا، در چه ماهی؟ کل موا، کل موا، موا به معنی ماه. میتونیم جواب بدیم آن جوان، آن جوان، در جوان، آن جوان، در جوان، اون خانم در جوان متولد شده. و برای روز، اجور، اجور، جور به معنی روز. ببینید دوستان، اینجا هم از حرف تعریف نامعین ا استفاده کردیم، پس جور یک کلمه مسکوله هست. ما برای روزها از اختیکل لو استفاده میکنیم به عنوان حرف اضافه. مثلا لو و ویت مه، لو و ویت مه، و ویت 28، و ویت 28، 28 می، در 28 می. مثال قبلی رو که خاطرتون هست، حالا میخواییم دقیق تر بدونیم. کل جور، در چه روزی؟ کل جور، لو سیت جوان، لو سیت جوان، در هفتم جوان، لو سیت جوان، در روز هفت جوان. خب برای فصل، اون سیزون، اون سیزون، اون سیزون، اون سیزون، برای فصل ها اون سیزون از حرف اضافه آ مجدد استفاده میکنیم. آ، آنته، آنته، اته به معنی تابستان، آنته، در تابستان. به مثال توجه کنید. جووالا پاری آنته، من میخوام در تابستان به پاریس بروم. جووالا پاری آنته، من میخوام به پاریس بروم در تابستان. خب اینجا وو به معنی خواستن، اله فعل دوم به معنی رفتن که به صورت او اغ یعنی مستری اومده، ا حرف اضافه شهر پاریس، و آ حرف اضافه تابستان که به این شکل توی جمله بندی به کار رفته. و برای یک دوره زمانی، اون پریود، اون پریود، پریود به معنی دوره زمانی، از حرف اضافه دو و ا استفاده میکنیم. دو خط تیره ا، دو به معنی از، ا به معنی تا، از چه تاریخی تا چه تاریخی،
به این شکل از این دو تا حرف اضافه کنار هم استفاده میشه. به مثال توجه کنید تا بیشتر براتون جا بیفته دوستان. Je suis à Paris du 1er au 21 avril. ببینید Je suis à Paris. من در پاریس هستم. Du 1er au 21 avril. از یکم تا 21 آوریل من در پاریس هستم. ببینید دوستان، حرف اضافه روزها رو گفتیم که اختیکل لو هستش. اون لو با دو ترکیب شده و خروجی دو رو بهمون داده. دو پرومیر. پرومیر یعنی یکم. پرومیر یعنی یکم. و حرف اضافه 21 آوریل هم بازم همون لو بود، درسته؟ پس ا با لو ترکیب شده و خروجی او رو بهمون داده. پس شده دو پرومیر او و تا آوریل. از یکم تا 21 آوریل جسوی افقی، من نپاریس هستم. حالا یه مثال دیگه. ایله او فستیوال دو کلنت اکلنت. ایله اون هست، اون آقا هست. او فستیوال در فستیوال. دو کلنت از چه تاریخی؟ کلنت یعنی چه تاریخی؟ دو یعنی از. از چه تاریخی؟ ا کلنت. ا یعنی تا، کلنت چه تاریخی. پس معنیش میشه اون از چه تاریخی تا چه تاریخی در فستیوال هستش؟ اون آقا از چه تاریخی تا چه تاریخی در فستیوال حضور داره هست. خب دوستان، حروف اضافه رو اینجا با همدیگه کار کردیم. توی زمان معمولاً از این حروف اضافه به این شکل استفاده میشه دوستان. این جلسه هم به پایان رسید. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. اگر که از نحوه تدریس من خوشتون میاد، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. دوستان، اگر که علاقه‌مندین زبان فرانسه رو از طریق موسیقی و فیلم یاد بگیرین، لطفاً به پیج اینستاگرام من و کانال تلگرام من که لینکاشون رو در دیسکریپشن قرار دادم سر بزنید. اوغ وقت مزمی.